درود بیکران بر شما هموطنان عزیز و همراهان آوای ایران. امروز با یک فایل صوتی ویژه در خدمتتون هستیم. یک هموطن بسیجی که از این هفته از نیروهای سرکوب راه خودش رو جدا کرده و به مردم پیوسته برای ما فایلی رو فرستاده و در اون توضیح میده که بسیج و سپاه در حال از هم پاشیدنه. همچنین اعتصابات نفتی از امروز در بزرگترین شرکت‌های نفتی و پتروشیمی کشور آغاز شد. نیروهای رسمی و غیر رسمی شرکت نفت برای همراهی با مردم دست از کار کشیدند. اتفاقی که دقیقاً سال 57 دو ماه قبل از شورش 57 رخ داد. دعوت می‌کنیم تا انتها با ما همراه باشید تا جزئیات گفته نشده از این خبر رو در اختیارتون قرار بدیم. قبل از هر چیزی خوشحال میشیم از اینکه نظرتون رو با ما و سایر دنبال کنندگان به اشتراک بگذارید. لطفاً پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. با سپاس از همراهی شما. نیروهای سرکوب در حال پاشیده شدن، فایل افشاگرانه یک بسیجی آخوندها را آچمز کرد. از چند روز پیش خبرهای زد و نقیزی از ریزش بی‌سابقه نیروهای رژیم در شبکه‌های مجازی صحبت شد. امروز مهدی حاجی تحلیلگر سیاسی در توییتر نوشته که جمهوری اسلامی حتی در ذهن نیروهایش سقوط کرده. این رو از اخباری که از جمع نیروهای سرکوب میاد میشه فهمید. به سراغ بسیج ادارات رفتند که تجهیزات سرکوب تحویل بگیرند و به خیابان بروند، اما کسی حاضر نشده. امروز فایلی به دستمون رسیده از یک فرد بسیجی که تا دیروز جزء نیروهای سرکوب بوده ولی به دلیل فشارهای زیادی که داشته و عذاب وجدان تصمیم گرفته راه خودش رو جدا کنه. به قسمتی از صحبت‌های این جوان بسیجی گوش میدیم. به دلایل امنیتی صدای این فرد رو تغییر دادیم. امیدوارم خوب باشی. ببین، من توی اعتراضات آبان من داشتم از مسجد جدا میشدم. من قشنگ یادمه اون آخری که مسجد بودم، فرمانده کل یگانهای سرکوب تهران گردان امام علی اسمش، فرمانده کلشون تو پایگاه ما بود. به شوخی اینو گفت روز آخر سرکوب بود، گفت که آقا اگه سرکوب، نمیگم سرکوب، اگه اعتراضات دو سه روز بیشتر ادامه پیدا میکرد تموم بود، بسیجا میرفتن. مهم الان مهمترین چیز اینه که اینا ادامه پیدا کنه. همینجوری ادامه بدیم، کوچیک بزرگ مهم نیست، ادامه پیدا کردنش مهمه. این هشتگ‌هایی که تو توییتر میذارن یه سری میگن اصلا مهم نیست، خیلی مهمه. همینطوری میبینیم هر روز سلبریتی‌ها میشه از نقاط مختلف دنیا دارن میبینن ما رو. این دیده شدن خیلی مهمه. هر چقدر دنیا ما رو بیشتر ببینه، اینا سرکوبشون رو چی میگن، اون چاوه چیز سرکوبشون کندتر میشه، چون نمیتونن جلوی مردم دنیا ببینن مثلا آبان اونجوری سرکوب کنن. پس این ادامه پیدا کردن هشتگ‌ها، این اعتراضا مهمه. نکته دوم این که آقا من نمیگم آسیب نزنید به اموال شخصی، این دلیلی هم که میگم اینا مال مردم، این چارت و پرت رو قبول ندارم. آسیب نزنید به یه دلیل، این نظام دنبال بهونه است، دنبال این میگردی که آقا اینو بس کنه بده، اونو بس کنه بده. شما الان یه بانک میزنی خراب میکنی، این اصلا براش مهم نیست که آقا تو اعتراض کردی مال خودت، مال یک دیگه است. این میاد میشه اسمش اینکه آقا اینا میخوان شلوغ کنن مملکت رو به هم بریزن. سرکو این میشه بهونه برای اینکه سرکو بیشتر کنه، برای اون شتاب اعتراضاتو برای بسیجا بیشتر کنه. آقا ادامه بدید. همینجوری هر چقدر بیشتر ادامه بدید بسیجی‌ها خسته میشن. بسیجی‌ها هم الان چیز روانی روشونه، هم از وجدانشون روشونه، هم خستن، هم از مردم کم کم دارن بیشتر میترسن، چون دیدن با جون فیلم‌ها رو ببین بسیجی‌ها میترسن، ترسیدن. مثل قدیم نیست. خودشون هم خیلی‌هاشون میدونن که این نظام موندنی نیست. هر چقدر بیشتر ادامه پیدا کنه بسیجی کمتری میاد. اینو مطمئن باش. همینجا هم وقتی خبرش اونم که بسیجی‌های تبریز نصفشون اومدن سمت مردم. ببین این اعتراضات باعث میشه هر چقدر بیشتر هر روز ادامه پیدا کنه خسته ترشن، جمعیت آسیجا کمتر، جمعیت مردم هم بیشتر میشه. الان آقا من چند تا رفیقام بودن بی طرف بودن ولی دیدن اینجوریه خیلی رو در آخر گفتن آقا ما هم میخوام بیان. هر چقدر ادامه بده کنه مرد جمعیت اونا که میانم بیشتر میشه. بخش من الان تو بگو زنم اینو که نکته دوم حواستون باشه آقا به این کارهایی که میخوام بکنن. من دیروز خوندم که یگان زنان بسیجی هم میخوام بیان تو کار. آقا روک بهتون بگم، من 6 سال تو سیستم بودم، زنان بسیجی برای سرکوب نمیان، برای شلوغ کردن میان. زن بسیجی میاد اون وسط خودشو بندازه جیغ بزنه 4 تا سرکوبگر تندرام آقا اینو لگد بزنن تموم شد، یکی از اون دیگه فیلم میره تموم. بهونه اومد دستشون با گلوله و هر چی در توانشون میافتن میجونه مردم. فیلمشون هم سیستم نشون میده مردم عادی میگن آره دیگه، میگه کن زن بسیجی زده، زن عادی زده، زن بسیجی برای سرکوب نمیاد دوستان، برای شلوغ کردن میاد. اینو مطمئن باشید. این نکته یک. نکته دو، من این سال خبر شنیدم مثل اینکه روز یک شنبه وفات پیامبر و اینجور چیزا. ببینید تو اینجور مراسم ها اینا در روزهای گذشته علاوه بر توییت هایی که بعضی کاربران از خستگی مفرط نیروهای سرکوب و دراز کشیدن اونها در پارک ها برای بازیافتن توان منتشر کرده اند، برخی مقامات نیز به این موضوع اعتراف کردند. روز یک شنبه 3 مهر غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ضمن بازدید سرزده از مقر فرماندهی یگان امداد ناجا که در سرکوب معترضان نقش داره، در تماسی تلفنی با حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران گفته که
نیروهای امنیتی چند شبه که نخوابیدند. همزمان حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی در میان ماموران یگانه ویژه سرکوب معترضان روزهای اخیر مسیر مقابله با خیزش سراسری مردم را راه نورانی خوانده و گفت اگر قاسم سلیمانی بود میگفت کار خوبی کردید. او خطاب به آنها افزود یک ذره شک نکنید، مسیر ما درست است. در ادامه خستگی نیروهای سرکوب به دلیل گستردگی اعتراضات، دومین فراخوان تظاهرات نیروهای حکومتی و طرفداران نظام جمهوری اسلامی به سردی و با حضور تعداد اندکی از طرفداران علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد. تصاویر و ویدیوهایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرده با وجود تمرکز بر جمعیت از بیرونق بودن این تظاهرات خبر میده. وضعیت حضور در برخی شهرها نیز در ویدیوها و تصاویری که شهروندان از بالا از تظاهر کنندگان موافق نظام گرفتن نشون میده که نظام در این شهرها فقط چند ده نفر رو تونسته دور هم جمع کنه. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با کمبود نیرو و تجهیزات مواجهه. در همین ارتباط اشتری سال 98 گفته بود در تمام دنیا یک شاخصی برای پلیس و در بعضی از کشورها تعیین شده به ازای هر 1000 نفر 5 تا 8 پلیس باید وجود داشته باشه، ولی ما در ایران کمتر از 3 هستیم. البته ما سعی کردیم با تجهیزات و امکانات این خلاء رو پر کنیم، ولی خب برای تامین تجهیزات و امکانات هم یک سری مشکلات داریم. پای مردم بر روی حساس‌ترین و بزرگترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی. بعد از اخطار چند ساعت پیش کارگران صنعت نفت، از ظهر امروز تمام کارمندان و کارگران پالایشگاه‌های کشور دست از کار کشیدند. اتفاقی که باعث شده تولید نفت از لحاظ تیپیش دقیقاً به صفر برسه. زنگ خطری جدی برای موجودیت رژیم آخوندی. اینجاست که پای مردم بر روی حساس‌ترین و بزرگترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی قرار گرفته. کارگران پیمانی در صنعت نفت ایران به حکومت اخطار داده بودند که اگه به بازداشت کردنها و به کشتار مردم و سرکوبگری و اذیت و آزار زنان به خاطر حجاب پایان داده نشه و سرکوب مردم تمام نشه، ساکت نخواهند موند و هم صدا با همه مردم دست به اعتراض خواهند زد و کار رو تعطیل می‌کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز دوشنبه 4 مهر با انتشار بیانیه‌ای خشم و نفرت این کارگران رو در مورد قتل مهسا امینی، این دختر جوان، به دست گشت ارشاد اعلام کرد. این شورا همچنین افزوده از مبارزات مردمی علیه خشونت سازمانیافته و هر روزه علیه زنان و علیه فقر و جهنم حاکم بر جامعه حمایت و پشتیبانی می‌کنیم. در بیانیه این شورا تاکید شده اعتراض حق مسلمه همه ما کارگران و مردمه و به ستم و ظلم و بساط سرکوبگرانه‌ای که بیش از 40 سال بر ما روا میشه اعتراض داریم. ما دیگه حاضر به ادامه تحمل این بردگی و این بی‌حقوقی ها نیستیم. در شرایطی که جمهوری اسلامی به معامله با آمریکا برای لغو تحریم ها نیاز حیاتی داشت و برای اون به هر دری میزد، اعتراضات سراسری در ایران با وجود سرکوب های شدید شرایط رو برای ملایان سخت‌تر کرده و فشارهای بین المللی بر این حکومت رو به شدت افزایش داده. در این میان مشکلات رژیم در حالی تعمیق پیدا میکنه که نه تنها توان نیروهای سرکوبگر برای مهار اعتراضات رو به کاهشه، بلکه بسیاری از اونها نمیخوان در برابر شهروندان و هم میهنان خود قرار بگیرند. روزنامه آلمانی افیزه در گزارشی به وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی پرداخته و مینویسد سرکوب تنها راهی است که برای آیت الله ها باقی مانده. این روزنامه تاکید میکنه جمهوری اسلامی در سرازیری سقوط قرار گرفته. نارضایتی مردم به دلیل مشکلات اقتصادی، خفقان سیاسی و نبود آزادی‌های اجتماعی میتونه پایان جمهوری اسلامی رو رقم بزنه. مقامات و دولت‌های غربی که تا دو سه هفته پیش به دنبال معامله با جمهوری اسلامی و توافق اتمی بودند، اکنون رو در روی جمهوری اسلامی قرار گرفته و از اعتراضات مردم حمایت می‌کنند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای از رژیم ایران خواسته که فوراً سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات رو متوقف کند. حمایت از اعتراضات مردم ایران به گونه‌ای گسترده است که جمهوری اسلامی مجبور شد به مواضع غرب واکنش نشون بده. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی
اسلامی دوشنبه 4 مهر حمایت مقامات اروپا و آمریکا از اعتراضات مردم در ایران را مداخله جویانه خوانده و گفته حمایت دشمنان از آشوب‌ها جنگ شناختی و ترکیبی است که در تاریخ به ثبت خواهد رسید. او افزود غرب در حمایت از اغتشاشگران سنگ تمام گذاشته. کنعانی همچنین گفته غربی‌ها حضور میلیون‌ها نفر از ملت در خیابان‌ها و میادین در حمایت از نظام و مخالفت با آشوبگران و اغتشاشگران را نادیده گرفتند و یا کوچک شمردند. جمهوری اسلامی روز یکشنبه 3 مهر با تبلیغات گسترده‌ای برای حضور حامیان در خیابان فراخوان داده بود. در ادامه حمایت‌های جهانی از معترضان ایرانی جاستین بیبر، خواننده مشهور کانادایی کیم کارداشیان مدل آمریکایی، شارون استون ستاره آمریکایی نیز به این کارزار حمایت پیوسته و خشونت و استبداد رژیم علیه معترضان را محکوم کردند. از ایران نیز ارژنگ امیرفضلی بازیگر سینما و تلویزیون در اعتراض به وقایع اخیر برای همیشه از شغل خود کناره‌گیری کرده. پرستو صالحی بازیگر ایرانی که بعد از چندین بار بازداشت و تهدید به خارج از ایران مهاجرت کرده از مردم و معترضین اعلام حمایت کرده. کریم باقری از ستاره‌های فوتبال ایران نیز در پستی در اینستاگرام حمایت از علی کریمی و توهین‌های نیروهای طرفدار رژیم ایران از جمله حسن عباسی نوشته: علی کریمی نه خائن و نه وطن فروش، بلکه یک میهن پرست با شرف قابل توجه مردک پاچه‌خوار که می‌خواست کاخ سفید رو حسینیه کنه. ما به خاطر رفتن امثال تو به خیابان‌ها آمدیم. شماها برای این مردم چه کرده اید جز حرف بیهوده؟